تو سالهای اخیر برخی فلاسفه حرفای ناشایستی در مورد شما زدن، مثل دکتر ابراهیمی دینانی و مرحوم دکتر سید جواد طباطبایی، و شما هیچ وقت به این حرفا به صورت عمومی پاسخی ندادین. دلیل خاصی داشت؟ بله، من عرض کنم که به هر اظهار نظری جواب نمیدم. من به دو دست اظهار نظر هیچ وقت جواب نمیدم. یکی اظهار نظرهایی که میبینم قوت علمی و استدلالیش اونقدر کمه که وقتی آدم وارد جواب دادن میشه فقط اعتبار ایجاد میکنه برای اشکال کننده. وقتی اشکالی که کسی به شما میکنه از یه حدی ضعیفتر باشه، اگه شما بهش اعتنا کردید دارید حد اون استدلال رو بالا میبرید. یکم اشخاصی که غرض شخصی دارند و اغراض شخصیشون باعث میشه که به کسی نقد بکنن، اینه که من به این دو دسته هیچ وقت جواب نمیگم. و واقعیتش هم اینه که به لحاظ درونی هم، حالا ممکنه کسی باور نکنه البته، به لحاظ درونی هم من خشمی، کینه ای، نفرتی از اینها به دل نمیگیرم. من وقتی که شنیدم که آقای دکتر دینانی گفتن ملکیان خره و این منتشر شد، من به یکی از دوستان مشترکمون که دوست مشترک بنده و آقای دینانیه که با هم گفتگو میکردیم، مکالمه تلفنی داشتیم، من به ایشون گفتم کسی شاید باور نکنه ولی خدا شاهده من هیچ خشمی، کینه ای، نفرتی اصلا به دل نگرفتم. و بنابراین اگر به اون دوستمون میگفتم، گفتم اگر سخن از بخشایشه که من ببخشایم ایشون رو، اصلا و ابدا اصلا موردی برای بخشایش وجود نداره که من بگم ببخشم، چون اصلا من خشمی ندارم، کینه ای ندارم، نفرتی ندارم، رنجشی ندارم. ما هر کداممون بر اساس آنچه شخصیت و منشمون رو ساخته کنش و واکنش میکنیم تو جامعه، حنات میکنیم. من بالاخره شخصیت و منشم جوری ساخته شده، اون آقای ایکس جوری دیگری ساخته شده، خانم ایگرگ جور دیگری ساخته شده، ما به صورت طبیعیه، حنات میکنید. و نیش عقرب نه از راه کین است، اقتضای طبیعتش این است. آب باید آبی کنه، آتش هم باید آتشی کنه. و بنابراین آب هر چقدر انتقاد کنه از آتش، آتش همچنان کار آتشی خودشو میکنه. آتش هم هر چی انتقاد بکنه از آب، آب آبی خودشو میکنه. ما نمیتونیم با حمله به دیگران اونا رو از مشیشون باز بداریم. اونا اقتضای شخصیت و منششون هرچه باشه انجام میدن. اینه که هر کسی به نظر من باید اقتضای شخصیت و منش خودش رو در واقع ببینه در جامعه. البته کنش و واکنش هایی هم متناسب با آنچه کرده حتما دریافت خواهد کرد. بنابراین نه، من هیچ وقت به این انتقادات جواب نمیدم و به نظرم میاد که هم اخلاقی نیست وارد این بحث ها شدن، هم مصلحت اندیشانه نیست. مصلحت اندیشانه نیست به خاطر اینکه وقت ما را و نیروی ما را و استعدادهای درونی ما را و فرصتهای بیرونی ما را، هر چهار تا رو در خودش فرو میبره مثل این مردابی. وقتی من وارد مخالفت با شما بشم و بخوام به انتقادهای شما جواب بدم، عمرم یعنی و وقتم و نیروی خودم و استعدادهای درونی و فرصتهای بیرونی توی این مرداب فرو میره. این یکی مسعد نشانی نیست، اخلاقی هم نیست، به خاطر اینکه ما در واقع داریم به طرف مقابل نشون میدیم که ما ناراضیم از مخالفت تو. نه، من ناراضی نیستم از مخالفت دیگری. توجه میکنید؟ من کار خودم رو میکنم، اونم کار خودش رو میکنه. به تعبیر قدما اگر خدایی وجود داشته باشه که او داور ناقد بصیری، اگر خدا وجود نداشته باشه وجدان خود آدم باید داور باشه
و اگر هم نباشه شاید ناظران مردم اونا بگن که نه این درست میگفت و اون نادرست میگفت. به زبان ساده تر بگم من معتقد نیستم که آدم باید بادیگارد افکار خودش باشه، که وقتی یه فکری عرض کنم که اظهار کرد بعد بخواد فکر خودش رو اسکورت بکنه که آقای کسی به این فکر حمله نکنه، من همینطور محافظت بکنم با یه اسکورتی، که من میگم فکرش آدم باید بیان بکنه و کسانی که اون فکر رو صادق میدانند باید از اون فکر دفاع کنند و کسانی که کاذب میدونن هم باید به اون فکر حمله کنند. من که خودم نمیتونم به ازای هر یک فقره رأیی که بیان میکنم یک اسکورتی به پا بکنم که آقا این فکر من اسکورت بشه، یه وقت بهش تعرضی نشه تا برسه به سرمنزل. من فکر میکنم هر کس فکر شما رو صادق دونست وظیفه اخلاقیش اینه که از شما دفاع کنه، هر کم فکر شما رو کاذب دونست وظیفه اخلاقیش اینه که به فکر شما حمله کنه. بنابراین خودتون نباید دائما بخواید اسکورت کنید فکرتون رو و محافظ فکر خودتون باشید. مثلا فهم خیلی خاصه.